بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری پیش رو داشته باشید. جمعه 31 می ماه 2013 میلادی و ساعت هست 12 ظهر به وقت نیویورک واشنگتن پایتخت آمریکا، و باز هم فرصتی پیش آمد تا با دو تن از دوستانی که در سازمان مجاهدین قبلا عضویت داشتن و فعالیت می‌کردند باشیم تا باشون صحبت کنیم، ببینیم که چی شد اینها عضو سازمان شدن، چرا بعدن تصمیم گرفتن جدا بشن. یکی از دوستان که برای اولین بار هست که مهمان برنامه هست، اجازه بدید سلام کنم خدمتشون و خوش آمد بگم بهشون. آقای حمیدرضا سلمانی هستن از پاریس. آقای سلمانی سلام میکنم خدمتتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه. لطف کنید برای دوستان بیننده و شنونده که احتمالاً شما رو نمیشناسند بگید که آقای حمیدرضا سلمانی چگونه با سازمان مجاهدین آشنا شد، چگونه عضو اونها شد، چند مدت باهاشون بود و چی شد که تصمیم گرفت از سازمان جدا بشه و پس از جدا شدن احیاناً چه مشکلاتی داشته، تا بعد بریم سراغ سوالات اصلی. از شما ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و این شما، این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم. بفرمایید. سلام میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان مردم تیوی. من حمیدرضا سلمانی هستم. تو سال 1378 برای ادامه تحصیل من از ایران اومدم بیرون که در واقع تحصیلات ما ادامه بدم تو خارج یا اروپا، بعد که بتونم یه زندگی مستقلی داشته باشم اینجا. به همین منظور اولین گام اومدم ترکیه که از ترکیه حرکت کنم مثلا بیام به اروپا. اونجا با یه رابطه سازمان آشنا شدم به اسم آقای رضایی. ایشون خیلی از سازمان تعریف کرد که اینطوریه، مناسبات داخلش این مدلیه، این کارا رو میکنه، برای آزادی مردم داره فعالیت میکنه. خب بلکه منم اون موقع سنم خیلی کم بود، حرفی آقا رو باور کردم. بعد منو فرستادم به بغداد. در واقع خب من سنم خیلی کم بود و به هر حال حرف ایشون رو قبول کردم. بعد ما رو فرستادم به بغداد. وقتی ما رسیدیم بغداد فهمیدیم که اشتباه کردیم، چون از همون ابتدا همه چیزمون رو ازمون گرفتن، حتی اجازه خروج از اونجا هم نداشتیم. با این حال گفت فکر کردیم که شاید اینجاش اینطوری باشه، شاید مشکل امنیتی داشته باشن یا به هر دلیل. بعد ما رو به بغداد، از بغداد به پایگاه اشرف منتقل کردن، به پایگاه اشرف. تو پایگاه اشرف ما تازه اون موقع فهمیدیم که دیگه هیچ راه خروجی نداریم. چرا؟ چون که وقتی گفتیم که ما می‌خوایم بریم، نزدیک سال اواخر سال 78 بود، من به مسئولین اعلام کردم که دیگه نمی‌خوام بمونم، می‌خوام برم از اینجا بیرون، که برام برخوردهای تندی داشتن، برام نشست تشکیل دادن. که نمیدونم حالا شما چقدر تو جریان نشستای مدلی هستید یا شنیدید حتما، که با توهین و تشر و این رو چیزا همراهه. بعد ما مجبور شدیم که سازش بکنیم. چرا؟ چون که سازمان اعلام میکردش که شما اگر بخواید برید بیرون، تازه اگر قبول بکنیم که شما اخراجت بکنیم، دو سال تو خروجی خودمون نگه میداریم. بعد عرض کنم که 8 سال هم میدیمتون دست استخبارات عراق، ابو غارب میبرنتون، بعد از 8 سال تازه استخبارات عراق شما رو با اسیراش تو ایران محافظه میکنه. یعنی 10 سال از عمرتون شما این وسط رفته به همین سادگی. خب هر کسی باشه فکر میکنم ترجیح میده که بمونه تا یه شرایط بهتری براش به وجود بیاد، چون که
سازمان اون چیزی که تو بیرون نمایش داده میشه، اون حرفایی که بیرون زده میشه در درونش هیچ کدوم اجرا نمیشه. تو تشکیلات شما فقط یه چی میگن، یه سیکل بسته ای وجود داره، هیچ کس با هیچ کس نمیتونه رابطه داشته باشه، همه در واقع به صورت هرمی باید بس بشن به مسعود رجبی، فقط ایشونه که حق داره هر کاری بکنه، هر حرفی بزنه، هر چیزی. بله، شما در رابطه با اون نشستی که گفتید، ما یه مقداری از طریق دوستانی که مثل شما صحبت کردن در مورد اون نشستا آگاه شدیم، چون ما که خبر نداریم. وقتی شما میگید مجبور شدم سازش کنم، یعنی اونها نظر شما رو عوض کردن که باز اونجا بمونی. ضمناً لطف کنید یه مقداری در رابطه با اون رابط مجاهدین که تو عراق هست برای ما صحبت کنید. آیا این یه شخص معمولیه یا کسی هست که شغلش اینه که اینجا توی ارتش آمریکا میگن ریکروت، یعنی میان افراد رو با، البته حتی در رابطه با ارتش آمریکا هم بعضیاش با حیله و تزویره و با قولهایی که دروغ هست، اینها رو جلب و جذب میکنن. من میخوام ببینم این دوست ما که شما اسمش رو گفتید توی ترکیه، یه شخصی بوده که اون هم واقعا باور داشته، یا اینکه شغلش این بوده که شماها رو معرفی کنه به سازمان و یه پولی هم از این بابت بگیره و زندگیش اینجوری بگذره. دقیقا همین مدل بوده، همین که شما فهمیدید بودش. در واقع ایشون کارش این بودش که بیاد چجوری میگن جذب نیرو بکنه یا نیروگیری بکنه، در واقع به ازای هم نیرویی که اون معرفی میکرد به سازمان، در واقع میفرستاد به این ارتش آزادی بخش به اصطلاح، حتما یه پولی بابت این موضوع میگرفت. اینکه داوطلبانه و یا عقیدتی در واقع بیاد این کار بکنه، اصلا این مدلی نبوده. فکر نمی کنم اصلا کسی بیرون باشه که این مدلی بخواد برای این تشکیلات یا برای این گروه بخواد کار بکنه، اصلا همچین چیز نیست، در واقع متصور نیست اینطوری. بله بفرمایید، ما میشنویم. و شما گفتید که در واقع موندن تو اونجا پذیرش تشکیلات نبود، واقعیتش این بودش که پذیرش تشکیلات نبود، در واقع انطباق با تشکیلات بودش. هیچ وقت چیزایی که گفته میشده شما، من خودم شخصا قبول نداشتم، ولی چاره ای نداشتم، گزینه بعدی نداشتم، گزینه برای جایگزین کردنش نداشتم، باید منتظر فرصتی میشدم که راه خروج مناسب پیدا بکنم. این در ادامه اون صحبت شماست که گفتید برای موندن در ادامهش تو اشرف بودش. بله، نمیشد بیرون اومد، در واقع حتی بعد از جنگ، نه که نمیشد اومد، واقعیتش اینه که خب راه بود ولی شرایط هنوز مناسب نبود. چرا؟ چون بعد از جنگ کماکان سازمان مجاهدین تو لیست تروریستی اروپا و اتحادیه اروپا و امریکا بودش و کماکان تروریست محسوب می شدش. تمام اعضا قطعا شامل حال این استاتو می شدن و در کنار اشرف ارتش امریکا اومده بودش که اون کمپ تیف رو انداخته بود، که وضعیت کمپ تیف خب چجوری ارز کنم، خیلی وحشتناک بودش. از هر لحظه که بخوایم در موردش فکر بکنیم یا صحبت بکنیم، شرایط مساعدی نبودش در هر حال، چون نه اونا مثل ما اجازه بیرون رفتن نداشتن، محدود بودن به همون حصارهایی که دورشون بود، همون سیاجا، همون فنسا دورشون بود، به مراتب کوچیکتر. باز آدم ترجیح میدادش که تو اشرف بمونه تا این شرایط متعادلتر بشه. وقتی که در واقع کمپ تیف بعد 6 سال تعطیل شد، 5 سال یا 6 سال دقیقا حضور ذهن ندارم، باز شرایط مهیا شد برای بیرون رفتن، ولی یه قرارداد با سازمان مجاهدین امضا کرده بودن که من بعد هر کس که میخواد از شما جدا بشه، شما خودتون اوکی دارید که اینو تعیین تکلیف کنید، یا حداقل اون چیزی که تو تشکیلات اعلام کردن این بودش که هر کس که بخواد جدا بشه ما خودمون میتونیم دیگه تعیین تکلیفش کنیم. امریکایی‌ها به ما این اجازه رو دادن و آقای رجبی خودش توی پیام کتبی فرستادن که از این به بعد اگه کسی بخواد جدا بشه ما
ماکزیموم کاری که براش میکنی میذاریمش سر خیابون، بدون هیچ امکاناتی، بدون هیچی، بدون هیچ پشتیبانی. خب بازم نمیشد فکر کرد راجع به این که چجوری میشه رفت بیرون با این شرایطی که آقای رجبی بالفرض مثلا توصیف میکردن. تا ژانویه 2009 دولت امریکا بر اساس قراردادهای بین‌المللی که داشتش موظف بود که عراق رو رسما تحویل نیروهای عراقی بده تمام جاهاش رو، و اینکه قطعا قرارگاه اشرف هم تکه‌ای از خاک عراق بود، اونم باید رسما جابجا میشد بین نیروهای عراقی و امریکایی. وقتی که جابجایی انجام شد، در ادامه این جابجایی نیروهای چی میگن بهش؟ صلیب سرخ اینها؟ نه نه نه، یه چیزای مشابه این، حالا تصور فرض میگیریم که نیروهای صلیب سرخ عراقی، حقوق بشر عراق ببخشید، سازمان حقوق بشر عراق اومدن یه مصاحبه ترتیب دادن که اگه کسی بخواد خارج بشه از اشرف ما بهش کمک میکنیم، و به نظرم این فرصت خیلی خوبی بود چون نیروهای صلیب سرخ هم در ادامه پشتمون بودن، حفاظت میکردن، چه میدونم حمایت میکردن، و کمیساریا همچنین. اونجا تصمیم گرفتم که بیام بیرون. خب قطعا سخت بود، آسون نبودش، چون به هر حال یه شرایطی ایجاد میشدش که شما به تنهایی نمیتونستی تصمیم بگیری، و از اون طرف دیگه هم نمیتونستی صحبت بکنی، لازم بودش که تنهایی صحبت بکنی با خودت، در واقع برای خودت با صحبت میکردی و تصمیم میگرفتی. به هر حال ما تصمیم خودمونی گرفتیم، اومدیم با نیروهای عراقی صحبت کردیم و در واقع طرف صحبت ما قول مساعدت داد به ما، ما از سازمان به این ترتیب جدا شدیم. ولی تنها جدا شدن نبود، میدونید چرا؟ چون که سازمان در ادامهش بازم سنگ اندازی میکرد تو مسیر زندگی، تو همه چی. مثلا من از سازمان که جدا شدم، سازمان برمیداره خانوادم رو تو ایران تهدید میکنه، میگه که بله آیا حمیدرضا خائنه، خیانت کرده به خلقش، به مردمش، و شروع میکنن به تهدید کردن خانواده من که بترسن، که نمیدونم خواستشون از این موضوع چی بوده دقیقا. اینم گوشه از جنایت‌های آقای رجبی. بعد پس وقتی شما جدا شدید، باز یه مقداری به اصطلاح به فکر این بودن که شما رو یه جوری بترسونن، به وحشت بندازن. دقیقاً همینطور. با خود شما مستقیما تماسی گرفته نشده یا تهدیدی، ترغیبی، چیزی نشده؟ راستش با من تماس گرفته نشده، ولی خب منم تو دنیای بیرون دارم زندگی میکنم، تو فضاهای مجازی هم هستم، حضور دارم، به هر حال تو فیسبوک هستم، چه میدونم شبکه های اینطوری، شبکه های اجتماعی. از طریق این شبکه ها به هر حال چند بار به من مسیج دادن، پیام گذاشتن که به طرف سازمان برگردم، امورات ما حل میکنن، یا خیلی چیزهای دیگه این مدلی، یا بهتره که دست از فعالیتان بردارم و الان مثلا خانوادم رو توی ایران اذیت میکنن، یا خودم رو اینجا آزار میدم، چیزهای این مدلی بوده. ولی به هر حال ما کسایی هستیم که این تشکیلات تجربه کردیم، دوست نداریم بقیه تجربه کنن، دوست داریم این تجربیاتی که ما داریم از این تشکیلات رو در اختیار بقیه قرار بدیم. همین. بله. من ممنونم از شما. اگر موضوع خاصی هست لطفا صحبت کنید در اون مورد، اگر نه که ما یک ویدیوی کوتاهی رو ببینیم. ضمناً دوستان اولین عکس رو از ورود اولین گروه اعزامی از لیبرتی به آلبانی روی فیسبوک گذاشتن که اون رو هم من سعی میکنم نشون بدم. و شما خبری دارید از این دوستانی که جدیدن از به اصطلاح مجاهدین رفتن به آلبانی، اینها آیا اینها هم جزء جدا شده ها حساب میشن، یا
جزء همون به اصطلاح اعضای مجاهدین هستن. عرض کنم خدمتتون که سازمان در واقع خود رجوی اومده که یک بحثی رو مطرح کرده تحت عنوان این که چند تا گزینه پیش پای آدم ها گذاشته، تحت این عنوان که میمونم، گزینه اول میمونم تا شهید بشم در راه آرمان ها و هدف های سازمان که در واقع رجوی محسوب میشه سازمان، دو همین الان میرم تحویل عراقی ها میدم خودم رو، سه میمونم اذیت نمی کنم تا سازمان منو بفرسته، من از سازمان خودش منو چی میگن ترانسپورت کنه به اروپا، و این سه تا گزینه بوده. این تعداد آدمایی که الان ما میبینیم منتقل شدن به آلبانی از اون دسته گزینه های سوم هستن، در واقع اینا انتخاب های سوم هستن ولی جدا شده محسوب نمیشن، چون سازمان قطعا برایشون اینجا همون تشکیلات رو مهیا کرده، همون فضا رو فراهم کرده، اینا کماکان دست ارتباط با دنیای بیرون ندارن، با خانواده هاشون ارتباط ندارن. فکر نمی کنم اینا جزو جدا شده محسوب میشن یا تو دنیای آزاد دارن زندگی میکنن، کماکان همون تشکیلات اینجا حاکمه برشون. درسته که موقعیت جغرافیاییشون فقط فرق کرده، اومدن از عراق منتقل شدن به آلبانی، ولی همون تشکیلات حاکمه، اینا جدا شده محسوب نمیشن هرچند گزینه سومی هستن. با این ترفند رجبی میخواد که نیروها رو جابجا بکنه تحت عنوان اینکه آقا ما جدایی رو پذیرفتیم، ولی در واقع تشکیلاتش رو نگه داره. در همین. بله، من ممنونم از شما، امیدوارم که در زندگی جدیدتون موفق باشید و اون سالهایی رو که سالهای جوانی خودتون بوده و یه جورایی میشه گفت به هدر رفته ازش تجربه بگیرید و در جهت مثبت ازش استفاده کنید، موفق باشید. اگر برای افرادی که هنوز در سازمان مجاهدین هستن یا شرایطی مثل شرایط شما رو دارن پیامی دارید لطف کنید بگید، امیدواریم اونها هم بشنوند، چون دوستان دیگه پیامشون این هست که خانواده ها و فامیل به اصطلاح دوستان و فامیل اونهایی که در کمپ های مختلف هستن اقدام کنن به وسیله سازمان ملل، به وسیله صلیب سرخ، سازمان عفو بین المللی، و فکر نکنن که خب اونها خودشون عاقل و بالغ هستن و تصمیم گرفتن، اینها برن فعالیت کنن که مجبور کنن اون سازمان ها رو که با این افراد به صورت خصوصی مصاحبه کنن و ببینن که توی دلشون چی هست، نه اینکه توی زبونشون روی زبونشون چی هست، چون به نظر میاد که گفته های مجاهدین رو به دلیل اینکه تلقین شده و تکرار شده اینها هم تکرار میکنن. من ساکت میشم، شما اگر پیامی دارید بفرمایید، اگر نه که خداحافظی کنید از دوستان تا برنامه دیگه، هم امیدوار باشیم شما در برنامه ها شرکت کنید. این حرفی که زده شده خیلی درسته، خیلی بجاست، اگر که خانواده ها تلاش کنن برای فرزندانشون یه قرار ملاقات جداگانه خصوصی بگیرن، اگر سازمان اجازه بده که البته ملاقات خصوصی صورت بگیره، چرا که تو هر ملاقات حتی خانوادگی هم یک فرد حتما همراه هستش با فرد متقاضی برای ملاقات، هیچگاه تنها مراجعه نمیتونه بکنه، حتی در روابط خانوادگیشون حتما یک نفر همراه میذاره. اگر خانواده بتونه یک ملاقات خصوصی بگیره با فرزندشون، قطعا حرف دلش رو گوش بده، میبینه که اون چیزی نیست که بر زبان میاره در انظار، قطعا تو دلش چیز دیگه میگذره، و ما هم برای همین داریم تلاش میکنیم که اون بچه‌هایی که حرف دلشون چیزی دیگه است، کسایی که سال هاست اونجا در واقع قربانی شدن، اونا رو نجات بدیم، اونا رو بیرون بیاریم، به زندگی عادیشون برگردونیم، چیزی دیگه نیستش. منم از شما تشکر میکنم که این وقت در اختیار من گذاشتید، از بینندگان عزیز، از شنوندگان محترم و مردم تیوی. ممنونم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. مرسی، ممنون ازتون، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، با آقای سلمانی بودیم، یکی دیگه از دوستانی که از مجاهدین جدا شدن. اجازه بدید من این تاریخ رو اینجا اشتباهی نوشتم، 29 در صورت که امروز 31 ماه می هست. ضمناً اگر شما پیامی داشته باشید برای این دوستان، میتونید از طریق این شماره تلفن و پیامگیر و ایمیلی که روی صفحه تلویزیون و کامپیوتراتون میبینید تماس بگیرید، پیام‌های شما ارسال میشه. باز هم اجازه بدید تشکر کنم از اون دوست مجاهدی که پیام گذاشته و عصبانیت خودش رو اعلام کرده. دوست عزیز، عصبانیت فایده نداره، شما باید بشینی به منطق خودت مراجعه کنی و ببینی که این دوستانی که تا دیروز خواهران شما بودن، برادران شما بودن، امروز یا دیروز تصمیم گرفتن جدا بشن، چرا شما اینها رو یک بار مأمور جمهوری اسلامی به اعلام میکنید و چرا از روی عصبانیت، همون تعصب. و اگر اینجوری باشه، فرق شما با افراد حزب اللهی یا اون متعصبای فناتیک و بنیادگرا چی هست؟ باز هم از ایشون تشکر میکنم، ممنونم. بریم یک فیلمی رو ببینیم که از خانواده مجاهدین هست و این فیلم رو چندین بار نشون دادیم، ولی شما دوستان باز هم میگید که اینها رو بیشتر و بیشتر نشون میدیم. تا توی این فاصله بریم سراغ آقای کوهزادی و ببینیم که ایشون در این برنامه چه صحبتایی دارن که با شما در میون بذارن. ممنون از شما که به این برنامه توجه میکنید. لطفاً تلویزیون مردم و این برنامه مجاهدین جدا شده را که توسط کانون آوا به شما تقدیم میشه به دیگران معرفی کنید. کانون آوا آرشیو مرتب، وبسایت منظم و خوبی دارن، خبرها اونجا هست. آوا خط فاصله association.com حتما مراجعه کنید و روی صفحه آرشیو یا بایگانی مردم تیوی هم روی لوگوی این دوستان در کانون آوا اگر کلیک کنید، تمام ویدیوهایی که اینجا برنامه داشتن و اجرا کردن اونجا هست، میتونید ببینید و اگر سوالی، پرسشی بود یا اگر نظری بود حتما با ما تماس بگیرید. ممنونم. پس تا چند لحظه دیگه باز با هم خواهیم بود. مرسی. اصلا ما کاری نشیم، ما فقط خواستیم بچه هامون رو برگردونیم که خواسته بچه هامون هم بود. چهره خیلی خسته، عرض کنم خدمتتون، بسیار افسرده، مشخص بود که درونش نمیخواد باشید اینجا، ولی به یه صورتهایی محافظ براشون قرار داده بودن، نمیتونست حرفشو بزنه، حتی میتونم بگم شستشوی مغزیشون داده بودن. برادر من، اون برادر 18 سال پیش نبود. من از قلب برادرم اطلاع داشتم، از رؤوفتش، از مهربونیش. زمانی که گفتم پدرم منتظرته، تخت بیمارستان خوابیده، و پدرم آخرین حرفش این بود که رو تخت بیمارستان گفت که من دارم میمیرم ولی فرهادم رو ندیدم. ولی متاسفانه اینم که بهش گفتم هیچ گونه اثری روش نذاشت. ما تصمیم گرفتیم برای دیدار فرزندان ما یا از سازمان های بین المللی کمک بخوایم فرزندان ما رو آزاد کنیم. ما این تصمیم گرفتیم، به کربلا اومدیم، به شهر بغداد اومدیم. بعد از 48 ساعت قبل ما یه تظاهراتی داشتیم در UN، اونجا به ما تعهد دادن، قول دادن، کار مساعدت با ما کردن که ما منافقین رو ببینیم. رفتیم در مقرشون، با توجه به اینکه بعدی از آقای سرکرده های منافقین ما صحبت هایی داشتیم، اینا گفتن که ما 3 روز اطلاع داریم که شما اومدیم، میخوام بیایم پیش ما. ولی با بدترین رفتار انسانی، با بدترین رفتار انسانی که فوش، فحاشی، مشت لغت، دست به آمریکایی بردن، با 4 تانک ماشین ما را محاصره کردن، همه ما را دستبند زدن. واقعا خانواده بودن که 20 سال، 18 سال، 15 سال خبر ندارن هم بچه هاشون. ببین اینا خانواده این زن سیاسی باشن، اصلا هیچ علاقه هم به سیاست ندارن، فقط اومدن اطلاع پیدا کنن. چرا 18 سال بچه هاشون حتی نتونستن یه نامه، یه تلفن بزنن؟ ولی رفتیم اونجا، برخوردی که اونا با ما کردن، من و آقای محبی رو با هم دستان زدن، نزداشتن تحویل نیروهای امریکایی دادن. همش 2 ساعت پیش بچه‌مون بودیم، 2 ساعت هم با دو تا محافظ الکی هم ما رو این ور اون ور می‌بردن، 4 ساعت در خود سالون منتظر بچه‌مون بودیم. این دیدار بچه‌مون میاد نمیاد، الان میاد، هی دوستاش الکی میمدن گفتن ما رو سر کار گذاشته بودن، ما رو تنها نذاشتن. 3-4 نفر محافظ گذاشته بودن که به هر صورتی من می‌خواستم جدا بشم، برادرم رو جدا کنم از اونا،
باز دوباره به یه صورتایی می اومدن ما را تعقیب میکردن، حتی به صورتهای مختلف از همون مجاهدین می اومدن به عنوان روبوسی، به صورتهای حال و احوال، احوال پرسی، نمیدونم شما برادرشی، شما نمیدونم چقدر شکل همید، وقتمون را به این صورت وقت میگرفتن. اما هم میخواستیم بچه با بچه ما صحبت کنیم، دو نفر اون بر بودن، دو نفر این بر. من بچه من اول خیلی قشنگ صحبت کردم، این دلداری دادم که این نگرانی نباشه از من. بعد وقتی که از اینجا بلند شدیم آب خوردن فلان، گفتم من نمیخورم آب خوردن، تو اول بیا بریم. خب بینندگان عزیز، ممنون و متشکر که با ما هستید. باز هم فرصتی پیش آمد تا این بار با آقای همایون کوهزادی باشیم که قبلا هم مهمان برنامه بودن، و برای اینکه با ایشون بیشتر آشنا بشید لطف کنید از آرشیو یا بایگانی مردم تیوی و کانون آوا دیدن کنید، ایشون رو میبینید. من باز بهشون سلام میکنم، ممنونم که با ما هستن. آقای کوهزادی لطف کنید بگید که این ماجرای لیبرتی و بعد این نشستی که یا گرد همایی یا نمایشی که قرار هست 22 ماه ژوئن در جاهای مختلف دنیا برگزار بشه، شما چی میدونید ازش، هدف چیه، و در موردش صحبت کنید. من ساکت میشم، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. من هم سلام میکنم به شما و همه دوستان و بینندگان عزیزتون. قبلا با هم صحبت کوتاهی داشتیم در جلسه قبلی، امروز میخوام در رابطه با وضعیت کنونی لیبرتی یه مقداری براتون صحبت کنم برای بینندگان عزیز، که وضعیت کنونی لیبرتی چطوره، آیا مثل قبله، آیا مثل اشرفه، چجوریه. واقعیتش اینه که لیبرتی، یعنی جوی که الان تو لیبرتی حاکمه، خیلی متفاوته با اون زمانی که من خودم تو اشرف بودم یا قبلش که اومدم بیرون بچه ها تو اشرف بودن، خیلی فرق میکنه. یعنی اون موقعی که ما تو اشرف بودیم، خب نشست های روزانمون که نشست عملی جاریمون که روزانه بود، هر شب بود، ولی نشست های هفتگیمون هفته یک بار بودم که اسمش رو خودشه، نشست هفتگی بود. ولی از وقتی که کلن اشرف اونجا جا به جا شد اومدن لیبرتی، شرایط خیلی سخت در شده، یعنی بهشون سخت میگیرن. واقعیتش اینه که روزانه که باید قصه هفتگی بکنن، بعدش هم نشست های عملیاتیشون روزانه است، بعضی موقع که مثلا میبینید یکم دوچار لپر و اینا میشن، میشه روزی دوبارم به روزی دوبارم میرسه. که گذشته از این نشست هم پیام های مسئول رو میارن، چه پیام های قدیمیشو چه پیام های جدیدشو میارن، مرور میکنن، میشینن روش صحبت میکنن، از خودشون انتقاد میکنن، چرا نرفتیم، چرا نشد، چرا اینجوری شد، و خیلی بهشون سخت میگیرن. یعنی نسبت به اون زمانی که ما تو اشرف بودیم، اگر بخوام حساب کنم، یعنی اون موقع نسبت به عدانی که تو لیبرتی مثلا اونجا چی میگن، خیلی بهتر و رونتر از الان. جدیدنم مسعود برای لیبرتی نشینان چیز کرده، پیام فرستاده که سه تا گزینه گذاشته جلو پاشون، گفته که باید یکی از این سه تا رو انتخاب کنین و ازش عبور کنین. یعنی نه اینکه فقط مثلا بگین آره من اینو انتخاب میکنم دیگه تموم، همه چیز حل و فصله. گفته باید ازش عبور کنین، یعنی بشینین ساعتها، روزها و حتی ماها روش بحث کنین که ازش عبور کنین، یعنی واقعا بتونین ازش دفاع کنین. یه جوری بوده که یکی از گزینه هاش این بوده که میمانم و میمیرم، یکی این بوده که میمانم و اذیت نمی کنم تا سازمان منو به یک کشور دیگه بفرسته، یکی هم این که همین الان میرم، خودمو تحویل نیروهای عراقی میدم. که الان تو لیبرتی به سه دسته تقسیم شدن آدم، همین سه تا گزینه که گذاشته واقعا همینجور هم هست، که یه تعدادش که همین کادرهای قدیمی خودشون هستن که میمونم تا میمیرمه، یه قسمتشون هم که از رده ام قدیم به پایینه که
میمونم و حضیت نمی کنم تا سازمان منو بپسته. یه عده هم که همه کاب و عضوا و ردهای خیلی پایین تری هستن که الان گفتن که ما میریم خودمونو تحویل نیروهای عراق بدیم، که به جز تعداد 14 نفری که جدیدن به کشور آلبانی فرستادن، یعنی هیچ موافقت دیگه نبوده از طرف سازمان و کسی رو نفرستادن، حتی اونایی که گفتن ما خودمون رو تحویل دولت عراق میدیم. اینا هم این بچه های 14 نفری هم که رفتن، خب کسایی بودن که من همشون رو میشناسم، با هم دوست بودیم و کسایی بودن که دقیقا مثل خودم بودن، یعنی میخواستن بیان ولی سازمان بهشون اجازه نداد که بیان اون زمانی که من اومدم بیرون، ولی که الان موفق شدن اومدن بیرون، خیلی هم خوشحالم و بهشون تبریک میگم که واقعا تونستن از اونجا بکشن بیرون، هرچند که هنوز تو کادر سازمان هستن، هنوز سازمان سرشون هژمونی داره، ولی بالاخره روزنه برای بقیه که بتونن حداقل از اون جهنم بیان بیرون. که یکی از همین افرادم خواهرزاده بنیانگذار سازمان هستش که اومده بیرون، اسم محمد فتاحی، که جز همین 14 نفری هستش که تو آلبانی هستش و تو تصویری هم که ارسال شده قشنگ چهرش معلومه و تو خیابون هستن، مثل این که هنوز یا سرگردان هستن یا این که نه همینجوری لحظه ورودشون بوده که رفتن آلبانی، این عکس گرفته شده بالاخره چی میگن خواهرزاده بنیانگذار سازمانم از اونجا اومده بیرون که دیگه خواهرزاده حنیف نژاد، بله محمد حنیف نژاد که اسمش حامد فتاحیانه که اونجا اسمش بهش میگفتن محمد فتاحیان. آها بله، من عکس رو نشون دادم دوستان بیننده، این عکسی است که از اون 14 نفری که از مجاهدین و آلبانی به اصطلاح فرستاده شدن، تا ببینیم که بعد سرنوشت اینها به چه گونه خواهد بود. خب بفرمایید. بله همین، منم واقعا امیدوارم که اینا هم بتونن از شر این سازمان خارج بشن، از چنگالای این فرقه بیان بیرون و مثل بقیه، مثل ما، مثل بقیه زندگی عادیشون رو بکنن، چون به طور واقعی دیگه چشمنداز دیگه تموم شد، یعنی سازمان دیگه نباید گفت سازمان، باید میگفت این چی میگم این فرقه دیگه تموم شدن، دیگه واقعا تموم شد، یعنی چیزی ندارن دیگه، نه پایگاهی دارن، نه محبوبیتی دارن بین مردم، دیگه همه چیزشون ریخته شده است، یعنی به نظر من موندن و قاب پا کردن که ببینیم چی میشه چی نمیشه، به نظر من وقتشون رو تلف میکنن، زندگیشون رو میذارن، جوانیشون رو میذارن و امیدوارم که بقیه هم بتونن صحیح و سالم از اون جهنم بیان بیرون و خودشون رو به دنیای آزاد برسونن. در رابطه با لیبرتی من بحث زیاده، ولی خب شاید برنامه شما اجازه نده من صحبت کنم، ولی میخوام در رابطه با همین برنامه جدیدی که سازمان داره، مثل قبل یک شو مسخره‌ای میخواد را بندازه تو پاریس، که به نظر من یعنی چی بگم معنی و مفهوم خاصی برای هیچکی نداره، حتی برای خودشون هم میدونن نداره، چون البته قبل از این که به این موضوع بپردازم، ما سری قبل با یکی از دوستامون رفتیم اونجا، میخواستیم واقعا نگاه کنیم ببینیم، البته خیلی از دور ولی چند تا عکس هم گرفتیم، میخواستیم ببینیم واقعا این افرادی که میان کی هستن، اصلا این تعدادی که میگن واقعیه. حالا هرچندی که من تو اینترنت زدم، دوستانمون هم میتونن چک کنن که بنویسن ظرفیت چیز رو بزنن، ظرفیت این سالون رو چقدره، ظرفیت رو بهشون میگه. خب چیزی که اینا ظرفیتشو که دادن فکر کنم نمیدونم 10 برابر یا 20 برابر اجور چیز کردن، اضافه کردن،
در صورتی که ظرفیت سالو از خیلی خیلی اصلا زمین تا آسمون فرق کنه با اون چیزی که اینا میگن. که ما رفتیم اونجا و خلاصه با دوستمون رفتیم عکس گرفتیم و یه مقدار اونجا چرخیدیم و اینا. واقعا یه تعدادی افغانی بودن، یه سری سیاه‌پوست بودن و بقیه‌ش هم آدمای خودشون، همونایی که چی میگم مزدگیراشو نمیدونم دوروریاشو از اینا بودن. اینم بیشترش خب همه میدونن، حالا چه ماهایی که تو سازمان بودیم قبلا و چه اونایی که اصلا نبودن و هیچ شناختی از این سازمان ندارن، واقعا میدونن که این فقط به خاطر دلگرم کردن اون اسیرایی هستن که تو الان لیبرتی هن و سایت هاشون رو پر کنن، تلویزیون هاشون رو پر کنن. بعد همین، یعنی واقعا یه دستاوردی براشون نداره که بگن مثلا بتونن باش چی میگن یه مسئله رو حل کنن، بتونن باش نمیدونم یه کاری رو پیش ببرن، مثلا محبوبیتی به دست بیارن. نمیدونم خودشون هم بیشتر حد چیزشون اینه که تلویزیوناشون رو پر کنن، واقعا تلویزیون و سایتاشون. حالا بعد از اینم انشاءالله بعدش که چیز شد میتونی نگاه کنی که تو سایت هاشون و تلویزیون هاشون ببین چی کار میکنن. بعدش هم من انشاءالله خودم میرم اونجا، از اگه بتونم برم تو که چه بهتر، اگه نتونستم ولی از دورا دور میتونم عکس بگیرم. بعدش همون عکس ها رو من منتشر میکنم. ببین اون چیزی که سازمان میگه با اون چیزایی که عکس هایی که ما میگیریم ببین چقدر تفاوت. این نشست یا گردهمایی کجا هست؟ چون فکر کنم توی آمریکا هم توی واشنگتن هم باشه. بله تو واشنگتن هم دارن ولی اصلیتش اینجاست، یعنی تو پاریس انجام میدن برنامه اصلیشون تو سالون بیلتن. آیا به این دلیل هست که توی پاریس یک منطقه‌ای هست که مجاهدین اونجا هستن؟ بله بفرمایید. ضمناً شما گفتید که وقت، اگر وقت بخواین امروز وقت هست و من شما و اون دوستمون هستید، کسی دیگه ای نیست و تا هر وقت بخواید میتونید صحبت کنید. پس از اون چند تا فیلم هست که در رابطه با گزارشی هست که تلویزیون الجزیره درست کرده و دو تا فیلم دیگه، اونها رو هم میتونیم نشون بدیم به دوستان. باز هم به دوستان پیشنهاد میکنم که اگر مایل هستن برنامه ها رو پیگیری کنن یا خود اونها در برنامه ها شرکت کنن، حتما از کانون آوا وبسایتشون دیدن کنن، با دوستان مخصوصا آقای راستگو در اونجا تماس بگیرن تا ترتیب مصاحبه ایشان داده بشه. بفرمایید. بله میخواستم همین رو بگم که بعد وقتی که رفتیم اونجا ما با این دوستمون عکس گرفتیم اونجا، بعدش اومدیم مقایسه کردیم، واقعا خودمون نشستیم، همین دوستان نشستیم، دور هم دیگه نشستیم، گفتیم که ببین اصلا چیزی که ما دیدیم با چیزی که سازمان داره ابلاغ میکنه تفاوتش چقدر. حالا من اون اکثر مال خیلی قبلش رو الان تو چیزم دارم، تو فلش دارم ولی تو کامپیوترم ندارم و الان میتونستم منم به تو نشون بدم. ولی اومدیم موقعی که اومدیم نگاه کردیم واقعا زمین تا آسمون فرق کرد. اون آماری که اونا داده بودن با اون چیزایی که ما دیده بودیم و اکتایی که گرفته بودیم مثلا زمین تا آسمون بود. یعنی چی میگن، اگر ما خودمونم چند برابرش میکردیم واقعا بازم به همون اندازه که اونا میگفتن نمیرسیم. این برنامه شونم که از خیلی وقت پیش دارن براش تبلیغ میکنن که از سراسر اروپا دارن آدم جمع میکنن، که یکی از دوستای همین دوستمون حمید رضا که الان با شما صحبت میکرد تو آلمانه که بهش گفته بود که آره سازمان بهم گفته که چیز ما یه چی داریم، تور سیاحتی داریم، میتونی با من بیای تا فرانسه؟ اینم گفته آره چرا نمیتونم بیام، گفته همه چیز تله خورد و خوراک پول تو جیبیت هم میدیم، اینم میتونی بیای، فقط یه تور چیده مسافرتی. که اینم زنگ زده بود دوستمون همی گفته بود که آره من اینجوری شده بیام یا نه. بعد همی بهش گفته بود که وضعیت اینا اینجوریه دیگه، حواست باشه.
گفته بود خب حالا اینجوره من نمیاد. خب داره از سراسر اروپا نفر جمع میکنه که بتونه این شو مسخرش رو یک کمی لعابش بده، یک کمی شلوغش کنه، هرچند که خودش بعدن تو کارهای ادید و نمیدونم کارهای اینجوری متخصص هست که چجوری یه نفر رو صد نفر بکنه. دوباره مثل دفعات قبل هم این کار رو میکنه، یعنی خط خطوطی که از بالا براشون مشخص کردن رو اجرا میکنه. اینم از جریان این یه لحمایی مسخری که جدیدن میخوانن اجرا کنن. من ممنونم از شما. یعنی شما با این توضیحی که میدید بیشتر اینهایی که میان میخواین بگید که حقیقتا به خاطر یک مسافرت و تفریح و اینجوری میان و ممکنه اصلا نه عضو باشن نه هوادار مجاهدین، منظورتون این هست؟ چیز نیستن، رو بگم شاید گرداننده هاش خودشونن، این که یعنی مطمئنم گرداننده هاش خودشونن، این که مثلا فیلم بردارشو نمیدونم پذیراییشو نمیدونم کارای اینجوری خودشونن. واقعا این یعنی بیوجدانی آدم بگه نه اونا افغانیان یا سیاه پوستن. خب به طور واقعی اونا خودشونن، یعنی یه سری خودشون هستن که کارا رو پیش میبرن اونا، ولی جمعیتی که تو تلویزیون و تو سایت ها نشون داده میشه شاید تک توکی هوادار خودشون باشن، ولی اگر بخوام یعنی به جرأت قسم بخورم از 100 نفر شاید بگم 85 نفرش اصلا کسایی هستن که اسم سازمانم به گوششون نخورده قبلا. یعنی تو همین مثلا یک کمپی اینجا هست به اسم کمپ زیدان، خب اینا بیشترشون افغانی هستن که تازه اومدن از خارج از چیز از داخل، یعنی از ایران و افغانستان و جای دیگه که میخوان اینجا مثلا به اسم مثل سرپل انتخاب کردن که از اینجا برن کشورهای دیگه، مثلا میرن انگلیس، میرن سوئد، میرن کشورهای دیگه. اینجا دیگه خونه نمیگیرن، مثلا بگی یه خونه بگیرن که توش باشن تا زمانی که میرن. اینا همشون توی یه پلی هست به اسم پل گاردنس، اونجا همشون دور هم جمع میشن. شاید هم خودتون شنیده باشین یا دوستانی که به فرانسه آشنایی دارن، به پاریس آشنایی دارن، پل گاردنس رو بشناسن، چون پل گاردنس چی میگن همه میشناسن با که محل افغانی هست، کسی دیگه نمیتونه بره اونجا. یعنی دو تیکش کردن، یک تیکش افغانی ها بودن قبلا، یک تیکش هم عربا بودن که الان عربا هم واقعا دیگه نیستن، همش افغانی هستن. یه اتوبوس میاد که شبات یه تعدادشون میبره اون کمپ زیدان، یه تعدادشون هم همونجا میخوابن که سازمان میره عصرها میره براشون غذا مدا میبره و نمیدونم خورد خوراک میبره و از این کارا. بعد بهشون میگه که میگه آره مثلا ما یه برنامه فلانجا داریم، نفر اینقدر هم بهتون میدیم که بیاید، که میره از اونجا آدم جمع میکنه. واقعا حالا چی میگن، من میخوام مثلا فردا یا پس فردا برم اونجا تو همون زیر پل، میخوام عکس همه آدم های اونجا رو بگیرم، خب بعد بیارم نگه دارم تا زمانی که سازمان چیزش رو پخش میکنه. بعدش هم ببین چند نفر از اون آدمایی که من عکساشون رو گرفتم تو همین فیلم ها هست، یا از کشورهای دیگه مثلا تو کمپ ها، تو آدمایی که واقعا جا و مکانی ندارن یا راه گذرن که میخوان از این کشور برن یک کشور دیگه، جمع میکنه با خودش میاره به اسم تور سیاحتی یا تور مسافرتی و بعد میاره اینجا برنامه رو باشه میگه که همه میدونن این وضعیتیه که سازمان همیشه تکرار. حالا اگه شما وقت داری من دوباره سر چه سر جریان لیبرتی یه نکته دیگه یادم اومد بگم که یکی از دوستامون گفت که جدیدن یه تعدادی چیز کردن اونجا، یعنی شروع کردن و گفتن که مگه ما نگفتیم که میخواییم ما خودمون رو تحویل نیروهای عراقی بدیم، چرا ما رو تحویل نمیدیم؟
که گفتن بهشون آره داریم کاراتون رو فعلا خودمون دنبال میکنیم که به نوبت صداتون میکنن که خودتون میتونید بریم پیش نیروهای عراقی اونجا خودتون رو معرفی کنید هر جای خواستین بدید، که این تعداد رو که تعدادشون هم خیلی زیاده، یعنی چی میگن وزنه سنگینی هستن تو این سه تا گزینه که گفتن، ولی سازمان نمیذاره اینا خارج بمونه. به نظر من اگه خانواده هایی که صدای منو میشنون میتونن برن اونجا مثل جریان لیبه اشرف تجمع بذارن، واقعا بچه هاشون رو صدا بکنن، از دولت عراق کمک بکنن، از کمیساریا کمک بکنن که بچه هاشون رو نجات بدن، چون اینایی که سازمان خودش بهشون گفته که اونایی که میخوان برن برن، ولی اینا گفتن ما میخوایم بریم، حالا نمیفرستنشون. یه سری دیگه هم هستن که همین جزء اذیت نمیکنم که قرار بوده برای آلبانی اینا رو بفرسته نفرستاده، یعنی گفته که میخوایم ببینیم وضعیت اونا چجوریه، آیا جاش خوبه خوب نیست بر شما رو میفرستیم، که الان یه وضعیت نامناسبی هستش تو لیبرتی، یعنی واقعا بچه ها دارن اذیت میشن، نمیدونم چرا خانواده های نمیتونن برن اونجا مثل اشرف چی میگن تجمع کنن، اعتراض کنن، از کمیساری ها، از حقوق بشر عراق، از دولت عراق کمک بگیرن که بچه هاشون رو نجات بدن، که این وضعیت هم فعلا تو لیبرتی حاکمه که بچه ها خیلی اونجا بهشون سخت میگذره، اذیت میشن، نشستای طولانی میذارن و عملیات جاری نمیدونم نه مثل قبل مثل اشرف نیست، عملیات جاری اینجا تیزتره و فوشاش دقیقتر از اونجاست. به نظرم هممون باید دست به دست هم بدیم بتونیم اون اسیرایی که تو لیبرتی هستن و الان دارن اون شرایط سخت اونجا رو تحمل میکنن بتونیم کمکشون کنیم. آقای کوزادی هیچ آمار دقیقی هست از تعداد نفراتی که در لیبرتی هستن و تعداد نفراتی که هنوز در کمپ اشرف هستن؟ ضمناً مجاهدین تلاش کردن که بعد از اون ماجرای حمله موشکی میگفتن که ما اینجا امن نیستیم و میخوایم برگردیم به اشرف، ولی بعد از اون میبینیم که دیگه سر و صدایی نیست، این را اگر شما اطلاع داشته باشید باز کنید، موضوع چی بود و چرا اینها میخواستن برگردن به کمپ اشرف؟ چه حسنی داره در کمپ اشرف بودن به نسبت لیبرتی؟ در این مورد اگر امکان داره صحبت کنید. خب این که مشخصه، قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، همین جریان زمانی که آلبانی گفته بود که من تعدادی از اینا رو میپذیرم، مریم رجوی پیام داده بود که لیبرتی امن‌تر از آلبانیه، یعنی حالا که بچه‌ها رو فرستاده، یه تعدادی فرستاده آلبانی، ولی قبلش گفت که لیبرتی امن‌تر از آلبانیه. این خب هدفش این بود که میتونه از این آب گلالود ماهی بگیره و دوباره برگرده به اشرف، یعنی فکر میکرد اگه دوباره برگرده به اشرف تثبیت میشه، حداقل برای چند سالی چند ماهی نمیدونم هر چی که تو ذهنش بوده، ولی به طور واقعی دولت عراق یعنی تاکید کرده بود که شما دیگه برگشتی به اشرف ندارین و موندنتون هم تو اشرف یعنی تموم شده است، یعنی دیگه حرفی که زده شده تصویب شده و شما باید اخراج بشید، کما این که دولت چه مردم عراق هم واقعیتش اینه که بهش میگن، به سازمان میگن قده سرطانی، گفتن این قده سرطانی باید تو عراق چیز کنیم بیرون کنیم، ما در امان نیستیم. خب یه تعدادی هم که مثل سال مطلق و نمیدونم از همین پول مزدگیرهایی که سازمان هستن، خب از سازمان دفاع میکنن، ولی عموم مردم عراق نمیخوان، واقعا نمیخوان سازمان بمونن، کما که مثلا چند وقت پیش من توی سایت خوندم که چیز اقلیم کردستان از سازمان حمایت کرد، بعد چیز کردم من رفتم نگاه کردم سایت اونو خودم، دیدم که چیز
تکذیب کرده، اقلیم کردستان تکذیب کرده، گفته اصلا ما خودمون قبلا به دولت عراق تأکید کردیم که اینا در کشی دست داشتن و قاتل هستن و باید از اولا محاکمه بشن بعد اخراج بشن. بعد حالا ما چجور از اینا دفاع میکنیم و ازشون حمایت میکنیم و بهشون میدیم که آره اینا مهمون هستن و باید بمونن. خب سازمان دیگه کارش اینه که از این میکنه برای خودش، از اون میکنه، از این میکنه که بتونه یه کاری پیش ببره که خودش هم میدونه که شدنی. تو جریان نفراتی که تو چیز هستن، اشرف هستن، فعلا کمتر از 40 نفر هستن، یعنی بلوش 36 یا 37 نفر هستن که اونجا هستن، فعلا تو اشرف موندن و اینا هم به خاطر این نگه داشتن که به قول یه ضربون مثلی ما داشتیم تو همون اشرف، میگن میختویله، نگه داشتن میختویله، یعنی مثلا حالا ببخشید اینو میگم، مثلا ما میرفتیم از یه قرارگاه میرفتیم یه قرارگاه دیگه، خب چون قرارگاهی قبلا توش بودیم خب با همه دوست شده بودیم دیگه، چی میگن، دلکندن سخت بود برامون بریم یه قرارگاه دیگه، بعد دوباره با یکی دیگه طول بکشه آشنا بشیم اونا. بعد میگفتن خب مثلا دوستا به شوخی میگفتن خب یه دونه میختویله اینجا بذار که هر از گاهی به یه سری بهمون بزن. سازمان میخواست همین کارو بکنه که یه سری به اونجا به عنوان میختویله نگه داره که اگر یه موقعی تقیب توقی خورده میدونم چیزی شد ما اونجا رو داشته باشیم، یعنی اونجا خراب نشه که چیز کنیم. حالا که این چیزش بود، این خوابش بود که فکر میکرد واقعا یه روزی میشه که نمیشد و کمتر از 40 نفر هستن اونجا موندن و معاملشون هم اینه که سازمان اینا رو اونجا گذاشته که از مزار شهدا و اینا حفاظت کنن که اونجا بمونن، در صورتی که نکنین اینا رو گذاشتن که اگر یه موقعی چیزی شد اینا بگن آره ما هنوز تو اشرف جا داریم و میتونیم برگردیم اونجا، که ما اینکه به مرد این که همین جیش مختار لیباتی رو با موشک زد، خب اینا سریع گفتن که ما امنیت نداریم، ما امنیتمون حل نیست، ما فلان ما فلان، ما باید برگردیم اشرف. خب این یعنی چیز مدرک و معمل خوبی بود برای سازمان، اینکه این اتفاق پیش اومد میخواست از این اتفاق ماهیاشو بگیره که نتونست بگیره و تو سایتاشو تبریناشو نمیتونم این من اونور چیز کرد که آره ما تو لیبتی امنیت نداریم و به برگردیم اشرف. قبل از اینکه چیز بشه این جیش مختار خودش مسئولیت این حمله رو به عهده بگیره، سازمان سریع گفت آره این دولت ایران بوده، رژیم ایران بوده، اومده بمباران کرده و موشک زده و از این چیزا. خب حالا با این که مثلا چون ما واقعیتش اینه که ما اونجا بودیم، خب نظامی بودیم بالاخره، چی میگن، از این سری چیزا سر در میوردیم. خب حالا سازمان نمیدونم رو چه حسابی اینو میگفت که آره رژیم از ایران با از ایران ما رو با چیز زده، با کاتیشا زده، برده کاتیشا مشخصه، برده میری کاتیشا مشخصه، خب پاره مشخصه، خب چجوری اینو میگی؟ میخواست هر جوری شده که از این جریان حمله موشکی که بهش شد یه جوری دوباره خودشو بتکونه تو اشرف که موفق نشد و دولت عراق هم خیلی بهش خندید و مسخرش کرد که کار از کار گذشته و شما دیگه باید از عراق برید. حالا این حرف خود دولت، خود دولت نیست، مردمش هم همینو میگن، خود تعداد انگوش شماری که واقعا پول میگیرن اونم کلام. من ممنونم از شما. در رابطه با این دفتری که مجاهدین در آمریکا باز کردن، همچنین دو سه روز پیش شنیدیم یه خبری بود که به عنوان لابیست، البته نه سازمان مجاهدین، دفتر شورای مقاومت ملی به اصطلاح ثبت نام کردن. در این موارد اگر شما
نظری دارید بگید، آیا این به نظر شما کارساز هست یا هدف اینها از این کار چی بوده و چی هست؟ قبلا همین دفتر رو داشتن تو سازمان، یه دفتری تو آمریکا این دفتر رو داشتن، سرپل بود و دفتر سازمان بود اونجا، که بعد از اون جریان لیست و اینا منحلشون کردن و خلاصه پولاشون رو گرفتن و یه سری چی میگن جرمایی که مرتکب شدن و بهشون گوشزد کردن و خلاصه در اونجا رو بستن، یعنی بهشون گفتن که شما شده لیست سیاه تروریستی هستین و نمیتونین یک دفتر رسمی داشته باشین. خلاصه اینا اومدن کسادیان نشستن فکر کردن چیکار کنن چیکار نکنن، تا اومدن اسمش رو عوض کردن به اسم دفتر شورای ملی مقاومت که بتونن با این شیوه اونجا باز. حالا اسمش فقط فرق کرده، ولی همون خوشویی و همون نمیدونم اطلاع جاسوسی و نمیدونم اطلاع رد و بدل کردن و نمیدونم این چیزا هنوز همون تو همون لانه فسادی که اونجا درست کردن هنوز هست، فقط اسمش عوض شده. به نظر منم دیگه حتی چی میگن اگه کارایی هم داشته باشه بازم به دردشون نمیخوره، چون اون زمان اشرفی بود، تانک و توپی بود، نمیدونم صدام حسین پشت سرشون بود با اون همه یالو کوپالش، کاری نتونست بکنه، حالا که دیگه لیبرتی هم به زور دارن. به نظر من خب فقط دارن یه دلگرمی به یه سریایی که تو بند رجوی هستن تو لیبرتی، یه دلگرمی به اونا میده و بعدش هم زیر بزیرم کار خودشون میکنه، حالا کار خودش از گوشویی و نمیدونم جاسوسی برای آمریکا و برای این و برای اون و از این کارا میکنه. همین چیز خاصی دیگه من سر این دفترشون واقعا ندارم، چون زیادم برام مهم نیست که برم چیزاشونو بخونم، چه مال اشرف چیز مال آمریکا رو این دفتری که باز کردم، چون یعنی چیز چی میگم مسخره بدون فوایدی از براش. من ممنونم از شما، امیدوارم در برنامه های آینده هم با شما باشیم و باز هم اگر شما صحبتی دارید برای خانواده ها یا دوستانی که احتمالاً افرادی رو میشناسن یا افرادی از فامیلشون و بستگانشون اونجا هستن، همونجوری که گفتم دوستان دیگه پیام دادن به اینها که اینها رو رها نکنن و دنبالشون باشن پیگیری کنن. شما هم اگر پیامی دارید بفرمایید و اگر صحبت دیگه ای نیست خداحافظی کنید تا بریم یکی دو تا فیلم جالب داریم اونها رو برای دوستان بذاریم. بله واقعیتش اینه که من اولا که خیلی خیلی واقعا خیلی از ته دلم میگم خوشحال شدم که هرچند که هنوز اینا زیر سایه سازمان هستن ولی اومدن بیرون، واقعا خوشحال شدم که اومدن بیرون. بالاخره یک راه نجاتی، یه چراغی یعنی روشنه که همه از اون جهنم بیان بیرون و امیدوارم که اینایی هم که اومدن بیرون و چه اونایی هم که تو راه هستن و میخوان بیان، امیدوارم که به این سازمان تروریستی نبگن و خودشونو آزاد کنن، زندگی آزادانه خودشونو بکنن دیگه. آقا بالا سر تا کی باید دستور بشنون، تا کی باید محصور باشن؟ خب خودشونم میدونن، به طور واقعی خودشونم میدونن دیگه اون دوران گذشت که مثلا بگی آره سرنگون میکنم، سرنگون تموم شد دیگه، یعنی چیزی به اسم سرنگونی اصلا اسم آورد اصلا به زبون آوردنش واقعا خنده دار، چون کسی که میخواد یک کشوری رو سرنگون کنه حداقلش یه دونه، اصلا یه دونه نه زیاد، یه دونه کرک داشته باشه. آقا تو یه دونه کرک داشته باش برو سرنگون، تو وقتی نداری با چی میخوای سرنگون کنی؟ امیدوارم که اینا خودشون یعنی براشون مثل بقیه آدم هایی که اومدن بیرون روشن بشه که واقعا سازمان دیگه اون سازمان قبلی نیست و کاری از پیش نمیتونه ببره و برن دنبال زندگی عادی خودشون.
و از خانواده هم اگه صدای منو میشنون، امیدوارم که صدامو بشنون و به کمک فرزنداشون برن. اونایی که تو آلبانی هستن من خیلی هاشونو میشناسم، باشون دوست صمیمی بودم، امیدوارم که خانواده هاشون بتونن آدرس هاشونو بگیرن، سرنخی ازشون بگیرن و برن دنبالشون و از اون مخمسی که رجوی براشون درست کرده و دوباره اونجا میخواد اونا رو بنداده تو دام نجاتشون بده و برن دنبال زندگی عادی خودشون با امید خود. من از شما ممنونم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و به امید دیدارتون در برنامه های آینده. ممنونم، مرسی، با تشکرشیم. مرسی. خب دوستان عزیز، با دو تا از دوستان بودیم، آقای حمیدرضا سلمانی و آقای همایون کهزادی. اگر در رابطه با صحبت هایی که اینها کردن شما صحبتی دارید، سوالی دارید، نظری دارید، حتما با ما تماس بگیرید با این شماره تلفن و ایمیل یا مستقیما با کانون آوا تا ایمیل های شما، پیام های شما برای این دوستان ارسال بشه. اجازه بدید یکی دو تا فیلم رو که در رابطه با مجاهدین هست و روی یوتیوب هم هست میتونید برید خودتون مشاهده کنید ما بذاریم. ضمناً خدمتتون بگم که این مصاحبه‌هایی که جمعه انجام میشه تا هفته دیگه هر روز بازپخش میشه، به غیر از این که برای دوستانی که از جی ال باکس و تی وی باکس میبینن، به غیر از این که روی آرشیو هست، اونهایی که از اینترنت و کامپیوتر میبینن میتونن همیشه 24 ساعت 7 روز هفته بیان و استفاده کنن. ضمناً این مثالی رو که آقای کهزادی زد یاد این ضرب المثل یا یک داستانی هست، میگن وقتی که منزلی رو به کسی اجاره میدید بگید که من توی این اتاق یه میخ دارم و باید به من اجازه بدی که هر وقت میخوام بیام بتونم این میخ رو ببینم. به این وسیله شما حق دارید که برید توی اون منزل یا اون اتاق و هر زمانی که میخواین کنترل کنید. که حالا این دوستمون مثال رو گفتن به این صورت بوده که با دوستان وقتی که آشنا می شدن و هم محل می شدن، هم کمپ می شدن، بعدا می گفتن یک میخ طویله بذاریم اینجا بگیم می خواهیم بیان. یعنی یه چیزی باید داشته باشه آدم، بشر، انسان باید به یه چیزی به اصطلاح علاقه پیدا کنه، خانوادهش باشه، وطنش باشه، موزیکش باشه، کشورش باشه، دوستش باشه. و متاسفانه دیدیم که سازمان مجاهدین میگه که شما همه دلبستگی هات رو باید رها کنی و فقط رهبر، فقط رئیس جمهور، اون هم رهبر دائم. و من هنوز نفهمیدم تفاوت اینها با ولایت فقیه رهبر دائم تا بمیره چیه، تفاوت اینها با پادشاه سلطنتی چیه. اگر شما میدونید و مایل هستید در این مورد صحبت کنید حتما با ما تماس بگیرید. ضمناً اون شخصی که از روی نادانی و تعصب از ایتالیا اگه اشتباه نکنم تماس گرفته، چون صحبتاش رو در تلویزیون نمیتونیم پخش کنیم، به زودی یه ویدیو درست میکنم روی فیسبوک میذاریم، روی آرشیو میذاریم تا شما برید ببینید. شماره این شخص رو میذاریم، شما چه مجاهد باشید چه نباشید با اینها تماس بگیرید. اگر مجاهد هستید، اگر به نظرتون میاد این کاری که این شخص انجام میده درسته، زنگ بزنید تشویقش کنید. اگر به نظرتون میاد این کاری که این شخص انجام میده با اون سازمانی که شما آشنایی دارید درست نیست، مطابقت نمیکنه، باهاش تماس بگیرید، بهش بگید که شما داری بیشتر ضرر میزنی. من خودم شخصا فکر میکنم که اینها گفته هاشون با اعمالشون دوتاست و در طی سالها ما باور داشتیم که سازمان مجاهدین یه سازمان باورمندی هست، سازمان درستکاری هست، چون مذهب داخلش هست بیشتر میشه روش حساب کنیم. متاسفانه دیدیم که عوض میشن و مثل پرچم و مثل حزب باد به هر سویی که باد بوزه به اون سمت و سو میرن. کسی که با آمریکا و با سرمایه‌داری مخالفت میکرد و حتی در زمان شاه چند نفر از این مستشاران آمریکایی رو گویا ترور کرده بودن، میبینیم که امروز با کاسه گدایی به دنبال اینها هستن و آزادی و دموکراسی رو که اینها بخوان به این صورت بیارن من یکی نمیخوام. شما چی؟ از خودتون سوال کنید. دوستان عزیز ممنون و متشکر هستم. امروز من برنامه خودم 2 تا 4 بعد از ظهر با شما هستم. الان ساعت 1:05 است، وقت به اندازه کافی داریم بریم چند تا فیلم ببینیم از این مجاهدین و همینجوری که گفتم این فیلم ها هر کسی درست کرده خودش مسئوله، خودش جوابگو هست. بنده هیچ وقت نه جزء مجاهدین بودم
و هیچ وقت جدا نشدم و هیچ کدام از این ادعایی رو که این دوستان میگن به دلیل اینکه نبودم من تایید نمی کنم، ضمناً تکذیب هم نمی کنم، به همون دلیل که اونجا نبودم. گفتم چند مدت پیش یه نفر پیغام گذاشته بود اینجا و من بهش گفتم شما مطمئنید که اینها دروغ میگن؟ گفت بله. گفتم چند درصد؟ گفت 100%. گفتم یعنی شما اون شب با آقای رجبی بودید؟ گفت نه. گفتم خب چگونه میتونید بگید من 100% اینا دروغ میگن؟ دوستان یه مقدار بیشتر فکر کنید، تأمل کنید، تحمل کنید رو گفته های اینها، بعدن تصمیم بگیرید و صحبت کنید. ممنونم از این که با ما بودید. تلویزیون مردم و کانون آوا رو به دیگران هم معرفی کنید. بریم این دوتا فیلم رو ببینیم و باز هم با هم خواهیم بود در برنامه ها و برنامه ها رو پیگیری میکنیم. مرسی. The MKO's about face in Iraq following the US-led occupation of the country clearly shows that its strategy for survival is to live in contradiction. سر همینم هر هفته ملاقات‌هایی با نیروهای آمریکا در قره اشرف برگزار می‌شد. بین اطلاعات رو به نیروهای آمریکایی می‌دادن. اصولاً بحث اصلی برای سازمان مجاهدین از وقتی به صورت جدی مطرح شد که در سال 2003 صدام حسین افتاد. سازمان تلاش میکرد دنبال موضوعاتی بره که موضوع و مسئله رومیز کشورهای غربی در رابطه با ایران بود. به این چیزی نبود جز موضوع هسته‌ای. But the point that they have used it shows the desperation that they wanted to show that look we are back, we lost Saddam but we are loyal to you, we do what you do, you ask us to. What was the most important issue in the MKO's talks with foreign sides? Our main policy was trying to frighten West and Western politicians from Iran and gain hatred in them in the first step, and then trying to gain their support. I mean, we would use, for example, if I was talking to a member of parliament, I used to talk for several sessions about First, Iran's nuclear programs, which we used to tell them they are after atomic bomb. The MKO had previously tried to open the door to talks with European countries for many years, but now it concluded that the key to its survival was not cooperation with the West, but was to serve and spy for the US government. Remember, this all started when we found them enriching uranium in an undeclared fashion. And it happened because somebody told on him. There was an Iranian group that brought forth the information. Iran is a different beast. I hadn't been to Iran. I couldn't call myself an expert in Iran, but I was a specialist in a couple of things. One is arms control. In dealing with Iraq, I had learned what a nuclear weapons program was. Scott Ritter was formerly the chief UN weapons inspector in Iraq and is the author of a book entitled Target Iran. He wrote the book after his return from Iraq. You take a look at Iran and you realize that there's a number of patterns in place that are the exact replica of what had occurred with Iraq. I realized that the United States was playing the exact same game with Iran, manufacturing an artificial crisis over Iran's nuclear weapons program. And then you have a track record of the United States exaggerating a case of weapons of mass destruction in Iraq, and now you take a look at the case they're making with Iran and you realize that the same pattern is at play. What goal is the US pursuing by creating this uproar about Iran's nuclear energy program? And what is the MKO hoping to achieve by revealing Iran's nuclear activities? جریان انرژی هسته‌ای به عنوان شیوه کاری در دستور سازمان قرار گرفت از همون موقع به طور جدی، چون امکان بسیار بزرگی بود که از این طریق یک مطرح باشه، دو خودشو به عنوان
سازمان، سازمان مورد اعتماد غرب نشون بده. سه، به عنوان تنها سازمانی که میتونه آلترناتیو رژیم جمهوری اسلامی باشه و بتونه قدرت رو دست بگیره، بتونه از طرف آمریکایی‌ها و به غرب قبولونده بشه. As you know, when after the invasion of Iraq, the State Department in the United States wanted to dismantle MKO in Iraq because they couldn't accept a sort of force existing there, a force that they have considered a terrorist organization. But the Pentagon, the Ministry of Defense, tried to keep them in Iraq because they thought that they might be useful in the war against Iran. And the use is that they can, they are capable of gathering information because they are Iranian after all, they were born in Iran, they have access to the, and even some of the families of the members or sometimes give very unworthy information that when they are gathered together in by the organization and they are in a process, they could be useful information. And that's the only reason that they keep them there. That's the only reason that they give them security in Paris and other places. They keep Maryam Rajavi and invite her to the other different places. Although they keep their distance with the MKO because they still think that they are a threat, they are unpredictable. All cults are unpredictable. You don't know what the next step would be. But at the same time, they try to use them as much as they can. چرا سازمان موضوع انرژی هستی رو میخواد علم کنه؟ چون این بحث خاص و موضوع روزه. یعنی سازمان جایی رو وارد میشه که تضاد بین ایران و برخی کشورهای اروپایی است. مسلما اگر این موضوع دیگه بود که حساسیت برای غرب داشت، روی اون در واقع فعالیت میکرد مجاهدین. Following Saddam's overthrow, the MKO changes its intelligence and spying strategy. During Saddam's era, the group spied covertly. But in the post-Saddam era, they began spying openly. حال چرا به شکل علنی؟ علت اینم چند علت داشت. یک بچش مصرف داخلی داشت. یعنی اینکه به نیروها بگی آقا این کار ما خیانت نیست. همین کاری تو این پروسه کردیم، اینم باز یک خدمتیه در راستای مبارزمون که ذهن نیروهای به این موضوع ببنده و اون اطلاعاتی در رابطه با ارتباط ما با دولت صدام مطرح شده به نوعی اونا رو کمرنگ کنه. سازمان دوست داره، میل داره خودشو به عنوان یک سازمان اطلاعاتی به غرب نشون بده و پافشاری در این زمینه میکنه. حتی مسعود رجوی افتخار میکنه در بیانیهش که ما تمام اطلاعات رو به شما غربی ها دادیم، تمام اطلاعات انرژی هسته ایران رو به و از این بعد هم خواهیم داد، افتخار میکنیم و شما غیر از ما کس دیگه ای ندارین، جریان دیگه ای نیست که در این رابطه به شما کمک بکنه. چنان که میدونید کمیسیون تحقیقات دفاعی و استراتژیک شورای ملی مقاومت ایران در مرداد و همچنین در مهر ماه امسال سال 81 با انتشار دو گزارش مستند و تکان دهنده که در سطح بین المللی توجه زیادی ایجاد کرد، از پروژه های مخفی اتمی و تسلیحات شیمیایی میکروبی رژیم همراه با برنامه توسعه موشکیش پرده برداشت. If we take intelligence provided by the MKO at face value, the question arises as to whether the group is technically capable of garnering that amount of information. خب برای من این سوال پیش اومده، اغلب پیش اومده که مجاهدین این اطلاعات مربوط به تاسیسات اتمی ایران رو از کجا به دست آوردن. با توجه به شناختی که من از سازمان مجاهدین و ساختار مجاهدین خلق دارم، این امکان رو برای مجاهدین نمیبینم که به این حجم از اطلاعات دسترسی پیدا بکنم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ساخت دو نیروگاه در عراق و نطنز با خبر شده است، همون هایی که مقاومت ایران اعلام کرده بود. This under construction project is located at, and I give you the address, it's in Qatran workshop.
این اطلاعات تو این سطح اساساً تو دستگاه مجاهدین پاسخگو نیست. یعنی سازمان مجاهدین چنین توان و قدرتی ندارن چنین اطلاعات کاملی که در کادر یک دولت توانمند با دستگاه سیستمای اطلاعاتیش بتونه بیاد علنی کنه و اینا رو افشا کنه و چنین اطلاعاتی دستیابی کنه. ببین عکس هوایی، عکس سایت‌های هسته‌ای ایران اطلاعاتی نیست که در توان یک تشکیلات محدود مثل مجاهدین خلق باشه. در واقع باید به اون طبقه بندی که توی جاسوسا می‌کردیم طبقه بندی جدید اضافه بشه که در واقع کسی خودش رو در واقع می‌خواد در پست جاسوسی که خیلی توانمند جلوه بده. در گزارش وزارت خارجه آمریکا از جمله آمده است در فوریه 2003 یک گروه مخالف رژیم ایران به صورت علنی اعلام کرد که کارشناسان چین به کار در معدن اورانیوم ساغند به عنوان ناظر ادامه می‌دهند. وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد ایالات متحده نتیجه گیری می کند که رژیم ایران در پی یک برنامه گسترش تسلیحات هسته ای است. والا دروغ میگن اینا، دو افسانه میسازن برای اجرای سیاستشون. به همین علت خب من با بمب اتمی موافق نیستم. آخه این اتمی چی که یخش چسبیدن، مسئله مهمتری هست. من معتقدم که اصلا مسئله اتمی اینقدر اهمیت نداره که بزرگش کردن. بزرگش کردن برای که فشار سیاسی بیاد. There is a word in the intelligence services that they call it information laundering. No source wants to have his label on a piece of information because it can have damages, and it's obvious. But the point that they passed it and Mujahideen brought it to the point, this was a stunt. This was information laundering. Shows how bad they played it. I mean, anybody that they would bring, I have heard that everybody, you know, that have been involved, they talk about that. There is a lot of people that they come out from Iran and they go to Washington. Any of them could have done this much, much better with less consequences than when they gave it to Mujahideen. They gave him, he announced it very badly, very badly. I mean, anybody could do better than that. به سر همین موضوع برنامه هسته‌ای و اطلاعاتی که به اصطلاح سازمان در سطح بین‌المللی افشا کرد، به نظر من بخش کمی از اینا اطلاعاته، ولی بخش عمدهش جنجال‌های تبلیغاتیه که هم نیاز غرب رو تامین میکنه هم نیاز مجاهدین رو. شما ببینید اصلا یکی از شگرد‌هایی که سازمان داره در واقع از اون وزیر تبلیغات هیتلر در واقع یاد گرفته. در واقع هر چیزی رو اونقدر بزرگ میکنه تو در واقع هر کسی که میبینه یا میشنه فکر کنه واقعا این شکلیه. یعنی در واقع تو این مصاحبه‌ای که راه میندازم به عنوان افشای سایت مثلا هسته ایران، طوری وانمود میکنم بیننده و شنونده فکر میکنه که الان این خبر رو آدمی داده که درست همونجا توی تهران یا توی نطنز یا توی قم نشسته و اون توی این خبر رو داده. Nobody will come from a nuclear facility and sell their information to Mujahideen. There is better buyers around them. The point that Mujahideen came up with, as I emphasized before, it wasn't more than just a stone information laundering, that they did it really, really badly because they came with a satellite picture and that was all availability. What was available was a satellite picture. They couldn't even cut the writing under it. They brought that picture with the writing underneath the picture, which was just ridiculous. Everybody could see. Hello and welcome to Witness. I'm Raghi Omar. In the ongoing and often contentious negotiations between Iran and the United States, there is one subject they both agree on. The MEK, or the People's Mujahideen of Iran, is a terrorist organization. Masoud Rajavi is the leader of this bizarre Iranian cult who, over the years, helped Ayatollah Khomeini overthrow the Shah, then declared war on the Islamic Republic, ruthlessly killing their fellow countrymen. They allied themselves with Saddam Hussein, but now that he's gone, are ardent supporters of the coalition.
The MEK has switched allegiances so often that any underlying ideology is long gone. But one fundamental tenet remained: personal power. Masoud Rajavi claims to be a bridge between his followers and God, and the faithful believe him. Rajavi is a master of human psychology. He manipulated his followers' weaknesses until they are prepared to do anything for him. One woman carried cyanide capsules in her mouth for 2 years, ready to die for her leader. Iranian filmmaker Mazia Bahari met her and other followers as he tried to untangle the cult of the chameleon. For more than 3 decades, it has been one of the most secretive cults in the world. The People's Mujahideen of Iran, or the MEK. Its leader is Masoud Rajavi. Masoud Rajavi has likened himself as the bridge between people and God. Now, from that position, he can more or less order his followers to do anything. The MEK tell their members that Masoud Rajavi is not only your leader, but also your husband, father, and brother. He is the only one who should matter in your life, and you shouldn't think about anyone else. In a suburban house in the northern English city of Leeds, Anne Singleton looks like any other suburban mother having a bit of after-school playtime with her son. But for Anne and her husband, Masoud Khodobande, it has been a long, strange journey to this normality. In the 1970s, like many university students, Anne was looking for a challenge and a cause. She found it in an Iranian revolutionary group active in Leeds University. When I became a full-time cult member, I gave up everything that I had. I gave up my home and all the possessions in it. I gave up my car. I converted to Islam. I became Muslim. I had even burned my diaries. Since I was a kid, I kept diaries. And in order to show them that I was so dedicated to them, I just burned them all. I gave myself to them. When Anne joined the MEK in Leeds in 1979, the organization was helping the leader of the Iranian revolution, Ayatollah Khomeini, to depose Iran's monarch, the Shah. The MEK shared Khomeini's hatred of America and called him their Imam, or Islamic leader. But the Ayatollah never thought Rajavi was a true Muslim. After the revolution, the MEK was outlawed, and Rajavi was banned from running for president. The MEK's terror teams killed many officials, as well as more than 10,000 innocent Iranians. In turn, the Islamic government executed and tortured thousands of MEK members, and even those who only sympathized with Rajavi's ideas. Majid Farahani was one of them. He was working as a trade union activist when he was arrested and sent to prison for 4 years. When I was in prison, they tortured me in different ways. For example, they played football with me. The torturers literally kicked me around between them. They also made me lie down at the door of a torture chamber so I could hear the screams of others being tortured inside. But the most effective form of torture was beating my feet with an electric cable. When they hit you, they start with a thick cable. After a while, your feet go numb and you can't feel anything anymore. So they change the cable and hit you with a smaller one. That hurts much more. Like thousands of imprisoned political and labor activists, soon after his release, Majid joined the MEK's guerrilla fight against the Islamic government. While I was being tortured, the main thing I was thinking about was when my feet were going to heal. But while my feet were healing, there was not a moment in which I was not thinking about taking revenge for what they did to me. While the tortures and assassinations continued in Iran, in London, Anne Singleton joined a group of Rajavi supporters on a hunger strike against Khomeini's regime. After about 3 or 4 days of hunger strike,
I began to feel as if I was really on a different level to the rest of the world around me. It was almost as if when I walked down the street, I was walking at twice the speed as everybody else. I was just having a really kind of spaced out experience. And I interpreted this, and I was encouraged to interpret this, as if I had kind of seen a hidden truth, and that the truth was that by understanding the Mujahideen and understanding the leadership of the Rajavis, I had somehow transcended normal existence, and that therefore I had made the grade. In 1981, Rajavi escaped to France. Soon after, the MEK began evolving into a cult. Rajavi declared that the organization should be run equally by a man, himself, and a woman. The problem was Rajavi's wife had died fighting the Islamic government. He needed a new partner to join him at the top of the organization. Rajavi's deputy, Mehdi Abrashamchi, voluntarily divorced his wife Mariam, so Rajavi could marry her. Masoud Rajavi's marriage was the beginning of a series of ideological and sexual revolutions which he used to take over his followers' lives. They went beyond arranged marriages and actually ordered the members to divorce. This didn't just mean that if you were married, actually married to somebody, you must divorce them. It meant that even if you weren't married, you had to somehow mentally, emotionally divorce or understand that you were divorced from your sexuality. And the demand was made, really, on the surface, it was justified by saying that you had to give all your energy and your time to the cause and not be distracted by your sexual feelings and your love for your wife or your husband. Anne's husband, Masoud Khodabande, was Rajavi's bodyguard for 6 years. He's one of the very few people who's observed up close the characteristics which make Rajavi a charismatic leader. As someone who worked closely with Mr. Rajavi for years, I can tell you that he's very intelligent and is quite a charming man. But most importantly, he's a hard worker. He spends a lot of time and energy on whatever he wants to do. He's really interested in psychology. There's no book on psychology that he hasn't read a few times. But he's a very lonely person. That might be because he is a ruthless leader who's killed or alienated many of his close friends and colleagues. In 1986, at the height of the Iran-Iraq war, the MEK moved to Iraq at the invitation of Saddam Hussein. Saddam was already responsible for the death of hundreds of thousands of Iranian young men. To many Iranians who already hated the MEK for its campaign of terror, Rajavi's collaboration with Iraq was nothing short of treason. Shortly after we went to Iraq, we became part of Saddam's army. We collaborated very closely with the Iraqis. You may ask me now, how could you help the enemy of your country? But it goes back to the nature of all cults. Being part of a cult kills all kinds of emotions in you. A member becomes a tool in the hands of the cult. You don't care about your country or even your mother and father anymore. We saw ourselves as saviors of humanity, so nationalism or other feelings were not important for us anymore. The group settled at Camp Ashraf, a military base 100 kilometers north of Baghdad. In this isolated setting, Rajavi could exert more control on his followers and delude them about his power. In 1988, he convinced them to make an all-out attack on the regime in Iran, an act of collective suicide. Rajavi told his followers that they could take over Tehran within a few days. The operation was called the Eternal Light, and the order to attack was given by Rajavi's wife, Mariam. At the time of Operation Eternal Light, we were isolated in Camp Ashraf in Iraq and didn't know anything about what was going on in Iran. We were under the illusion that if we attacked Iran, the people of Iran would help us, and then we could topple Khomeini's government. That was wrong.
and most Iranians we came across fought against us. After the attack, Ayatollah Khomeini ordered the massacre of MEK members inside Iranian prisons. Within a few weeks, thousands of MEK prisoners were summarily executed. Rajavi, in turn, used the legacy of the Eternal Light Martyrs to reinvigorate the organization. Rajavi had his own reasons to fight the Iranian regime. He believed that more victims on either side of the conflict would help him consolidate his control over the MEK. After the operation, he even exaggerated the number of the dead on both sides. Ironically, Mr. Rajavi was helped in his mission by the Iranian government. They killed about 3,000 to 4,000 MEK prisoners after the operation and ensured that Rajavi could rule the MEK for years. For individuals caught up in the strange world of a cult, the price is high. But on the world's political stage, the MEK, led by Massoud Rajavi, still had a few more surprises. Join me after the break. Welcome back. Life inside a cult is filled with disinformation and psychological manipulation. Massoud Rajavi is a master of mass hypnosis, harnessing the faith of his followers and convincing them to fight his battles. He switches allegiances at will to suit the current political climate, but some started to question their leader when he asked them to kill children. In 1991, at the height of the First Gulf War, Saddam found a new use for Rajavi. He ordered the MEK to help put down the uprising of the Iraqi Kurds with maximum force. When we entered the town of Kefri in Iraqi Kurdistan, the MEK used heavy artillery against anyone who was in their way. It didn't matter if the person was an innocent civilian, a man, a woman, or even a child. The MEK shot anyone who came in their way through the town. Majid's platoon killed most of its captives, but one was handed to the Iraqis to be executed. They brought this little boy who was hit in the stomach and was suffering a lot. The MEK didn't give him any medical help or even a glass of water. The next morning, they handed the boy to the Iraqi authorities, and the Iraqis killed him right there and then. I can never forget the screams of the boy who called Baba, Baba, asking for his father. Those words still echo in my head. Majid and many others left the organization in protest after the genocide against the Kurds. Once again, Rajavi needed new members for the MEK. He found them among vulnerable Iranian asylum seekers in Europe. In 1996, Marjan Malek was living as a refugee in Holland. The MEK are masters of human psychology. When they meet someone, they spot that person's weak points. They talked to me and they realized that I had many problems with my ex-husband who used to beat me. So they started talking about women's rights and the equality between men and women in order to attract me to the organization. Marjan was born into a working-class family in Tehran. She was not politically active and simply left Iran with her family to find a better life in Europe. When the MEK operatives first approached Marjan in Holland, her asylum application had just been rejected. The MEK helped her successfully appeal the Dutch government's decision, and in so doing, gained a new recruit for the organization.
By the time Marjan joined the MEK, Rajavi was using even more personal measures to control his followers. Sometimes Masood Rajavi had general meetings with women and never allowed men to enter the session. I remember in one of those meetings, he gave us brushes, combs and hairpins as a gift. But before giving them to us, he used them in his own hair first. Or in another session, he gave women terry cloth robes as a gift. Again, he put them on first and walked around the stage a little bit before giving the robes to the women. In 1998, Marjan was chosen to be a member of an all-woman sabotage team sent into Iran. Before leaving for operations in Iran, I had training in Camp Ashraf on how to hold cyanide capsules under my tongue. We had to use the capsule in case we got arrested by the Iranian regime. We had to break the glass, scratch our tongues with it, and within a few seconds commit suicide so we couldn't reveal any organizational secrets to our captors. In order to practice, we put two small date pits under our tongues. I hope I can remember how to do it. Good. I still remember. We had to hold the pits for days under our tongues to practice. And the pits are really hard. I'm sorry, can I throw these out? After a failed attack on an army base in Tehran, Marjan was captured in a restaurant just as she was taking out the cyanide capsules so she could eat. The MEK thought that she succeeded in committing suicide. Rajavi called her a martyr, a shining emerald in the sea of love who reached the highest levels of dignity and glory. When they arrested me, I thought of nothing else but Masood and Maryam Rajavi. I didn't think of getting killed, tortured, or whatever else might be about to happen to me. My only thought was that I had disappointed Masood and Maryam Rajavi. Soon after her arrest, Marjan publicly denounced the MEK. At a press conference, she told reporters that while in prison, she found the time to question Rajavi's policies and his cult of personality. Marjan came to realize that terrorism and collaboration with Saddam had made Rajavi a hated figure in Iran. She also experienced the new attitude that the Iranian government took towards the MEK prisoners. When I was in prison, I often asked my captors, when they tortured and killed the MEK in the past, why they weren't doing that now. They answered that in the past they didn't know better, so they resorted to violence. But now, they realize that if they killed me, my whole family would want to avenge my blood. So the Iranian regime has realized that if they treat the MEK as cult members and not criminals, there will not be bad blood between them and the victim's family, so there will not be any reason for revenge. Soon after leaving the MEK, Marjan opted for normal life. She married another MEK dissident and they now live in the Netherlands with Marjan's two daughters from her former husband. After the fall of Saddam Hussein, Rajavi ordered the MEK to greet the coalition forces wholeheartedly. Rajavi himself went into hiding and has not been seen since. The MEK surrendered their arms and offered to help the Americans to fight against the Ayatollahs in Iran. Rajavi's words sounded like music to the ears of those Americans who thought after the fall of Baghdad they could attack Tehran. While many in the Pentagon wanted the United States to support the MEK, the State Department insisted that Rajavi cannot be trusted. But Saddam's overthrow meant that the MEK had to find other ways of financing their survival in Iraq. There are many stories of members embezzling their parents to send money to them. Rezvan and Mohammed Safari's son joined the cult 16 years ago. He never called us or tried to get in touch with us for 15 years. We thought that, God forbid, he might have died in a war. He said, I want to leave the MEK and I need money to hire a lawyer. I withdrew whatever savings I had to send to him.
I was really happy that I could send him that money. I thanked God that he can finally come back to us. Come home. I worked so hard to raise my son. I worked until midnight to provide for him and his brothers and sisters. I sent him to London to become a dentist, to become a useful member of society. I really don't know what to say. Their son gave the money to the MEK and is now one of the spokesmen of the organization. Masood Rajavi is still in hiding and still in charge. His organization is listed as a terrorist group by the United States and the European Union. For 3 decades, he has changed ideologies and swapped allegiances while keeping his followers in thrall with sexual manipulation. After the American debacle in Iraq, Rajavi's followers, trapped at a camp in the Iraqi desert, are waiting for his next alliance. And in northern England, at least one former cult member thinks about those in the desert all the time. I look now at the people in Camp Ashraf and I remember how I was in that organisation. And I feel nothing but the most enormous compassion for them. I really wish I could help them to escape from that organisation, because I do feel very deeply how inhuman their life is in many ways. They really have no rights at all. And now that I have regained my freedom of thought, of belief, my freedom of speech, and just basic enjoyment of life, I understand how deeply their humanity has been crushed, and I really wish they could be helped. Masood Rajavi's followers are still sitting in the Iraqi desert waiting for their leader's next move. They are being looked after by American and Bulgarian forces. Thank you for watching, and I hope you'll join me next time on Witness.